سلام درود امریکا و غرب چرا در اوکراین خود ماکم کردن این روی یک فلسفه است فلسفه کپیتالیزم است فوکویاما در اوایل جنگ با سراحت تیوری پرداخت که پوتین یعنی بدون حلقه بندی ناتو در اطراف روسیه هم حمله می کرد چرا فوکویاما در مباحث خود ایتو نتیجه میگیره که هویت ملی روسیه قابل لیبرالیزه شدن نیست چی پوتین باشه چه سول نویسنده ضد اتحاد و شوروی کتاب مجموع جزائر گولاکه که نوشته اما فوکایاما میگه که در ملیگرایی روسی پوتین با سولجینیتسین در یک ترازو قرار میگیره جالب نیست؟ خب برال، توماس فریدمن تحلیلگر برجسته سیاست خارجی آمریکا در مقاله اخیر خود مطرح کرده که حال جنگ اوکراین به نحوی وارد یک مرحله سومو شده سومو یعنی که دو کشتیگیر همطور از ایمال جسد اما سعی میکنن یک دیگه خود از رنگ بیرون بیاندازن اما هیچ کدام زورش نمیکشه همطور در کمر یک چسبیدن این چی آیا از نظر نظامی است ما که مطالعات اوکراین دنبال میکنیم یه گپ عمیق داره جنگ هویتی است فوکویاما هم دقیقا با تمرکز بر ذاتی بودن این جنگ هویتی در مباحث مربوط به اوکراین مسائل را مطرح میکنه که مای تعمل است مثلا میگه که در بحث اوکراین یک تعداد مردم به طور نامحسوس به جایی که پوتین را ملامت بکنن ناتو و امریکا را ملامت میکردن که مثلا گویا به تعهدات خود پس از فروپاشی اتحاد شوروی اینا پایبند نماندن ناتو را به عنوان یک حلقه آهنین به دور روسیه حلقه کردن از نظر فکویاما یعنی ای که یک نوع تجدید نظر طلبی است این این نظریه که قبلا مطرح کردم در کتاب اناتومی یک اشتباه از مایک ماندلبام که یک پژوهشگر جدی است مطرح شده بود اما فوکویاما میگه که تایید نظر تلویز اینطور نیست خب اونا چی میگن میگن که ناتو در دهه 90 و 2000 تعهدات خود نسبت به روسیه شکست و این باعث رنجش خاطر روسیه شد وقتی که پوتین آمد قوی ترک شدن ملیگرای روسی به صلاح سرپای خود کرد فرمیتر شد و امو کاری را کرد که اتحاد شوری میکرد منظور ای است چرا؟ به خاطر ازی که واضحا گسترش طلبی ناتو باعث شد که روسیه با یک رقیب استراتیجی که بلند مدت بر غرب تبدیل شود ای دیگه امو به اناتومی یک مسئله را بیان میکنم یک جهت مسئله خب از نظر از آدم در زمان اولین توسعه ناتو در سال 1999 یعنی 24 سال پیش بحث در جریان بود که آیا پولند مجارستان و جمهوری چک و عضویت ناتو در بیان و دو دور دوم گسترش ناتو که از سال 2004 شروع شد یعنی پنج سال بعد از او طرحی بود که مثلا بلغارستان کشورای عوضی بالتیک بناتو ناتو جزب شبند شامل رومانیا اسلوکی، اسلوونی، آلبانیا، کرواسی مونتنگرو، مقدونی شمالی و اینا و روسا این را نگاه میکرد و به صلاح امو تلخیر قرد کده میرفت فوکویاما ما میگه که پس توصیح طلبی ناتو خب ما به اصناد منتقدان ناتو میگه که خشم روسا به این وسیله برانگیخته شد منتقدان گسترش ناتو در اروپا دلیلشانی بود که یک حوزه نفوذ طبیعی در اطراف روسیه وجود داره که باید در مثلا او حرمت گذاشته شود در او حوزه شما سرتان داخل نکنین یعنی امون حوزه که جمهوری که پیشتر بخش از اتحاد شورایی بودن و حال مستقل هستن شما او را به قلعه نظامی خود تبدیل نکنین و همی کار اینا کنن. خب بنابراین خب فوکایاما میگه که تا اینجا آمدیم درست بازو او تیوری خودم میگه میگه که آیا روسیه در صورت فقدان همی اقدامات تحریک آمیزی که غرب کرد این یعنی اگه مو کارم نمیکرد دوره که از پوتین شروع شد دست به اقدامات متقابل و مهاجمانه نمیزد فوکویاما میخواد بگوید که اگر اگر تحریکات ناتو هم نمیبود روسیه قصد داشت که تمامی او اقمار قبلی که در اتحاد شوروی بود او را دوباره تحت تسلط خود در بیاره ما اینی میگه چرا؟ میگه او ذات قدرت در روسیه است او یک چیز تاریخی هم است یعنی پوتین بدون القبندی ناتو هم اینمی مسیر تایی میکرد چطور؟ اولین مثلا مرتبط است با هویت ملی روسیه هویت روسی در مقایسه با دنیای لیبرال دموکراسی مدرن بر توانایی روسیه برای تسلط به همسایه های نزدیکش شکل گرفته وقتی اتحاد شوروی فرو پاشید در اوایل دهی نوت بین ملیگرایان روس و سیاست مداران یعنی مباحث داغی در جریان بود که ما چطور کنیم این سرزمین بزرگ این جغرافیای های وسیع چیگونه حفظ شود آیا ای با لیبرالیزم حفظ میشه؟ بالاخره نتیجه ای شد که فقط با ملیگرایی تاریخی روسیه ای حوزه حفظ میشه جالب نیست؟ خود چی هست؟ جریان های مثلا موسوم به روسوفیل روسوفیل یعنی روس پرست و اصلافیل یعنی قوم اصلاف طرفدار های قوم اصلاف که خود روس ها قوم اصلاف هستند و شمول اوکراینی امی حوزه اونا در اندیشه نمونه های اقتدار روسی در قرن 19 بودن که دو چارچو با اون میارها این سرزمین بزرگ باید حفظ کرد باز فوکایاما میگه میگه که شما دیگه با توجه به ایگه ادعای امروزی پوتین که میگه روسا و اوکراینیا یک ملت هستند منظورش امو روسوفیل و اسلاوفیل است روس پرستی اصلاو پرستی است حتی میگه شما تعجب نکنید که الکساندر سولجنیتسین که یک زمان قهرمان لیبرال های غربی حساب میشد دینمی نقطه با پوتین هم نظر است براسی من کتاب مجموعه الجزایر گولا که ها که من خواندم چون یک مقدار زن تیوری زده زمان دوره اتحاد شوروی داشتم من بیخی ایچ خوشم نمی آمد با وجود که بسیار حقایق تلخ و سخت چرا او در مو کتاب پیام، غرب پیامبر مقام پیامبری میده مقام ناجی میده مقام خدایی میده در مو کتاب با اون خاطر ما خوشم نامد و عالم هر کس ورق نمیزنید به خاطر ازی که افراد در هر حالتش آدم و انحطاط میکشم البته ایجا زیر خودم بود خب میگه که منتقدان ناتو باوری میگن که اگر غرب تحریکات نمیکرد علیه روسیه در اطرافش پرسه نمیزد مزاحمت نمیکرد هویت ملی روسیه به مرور لیبرالیزه میشد این این نقطه است که فوکویاما رو قبول نداره میگه اشتباه شما ده که هویت ملی روسیه ظرفیت لیبرالیزه شدن نداره براسی وقتی که میره دیدم خب رومان های روسی که در ذهن ما به اصطلاح فضایش یک حالت چیز خاص فضایی که دارد از ذهن ما تنشین شده است من این چیز شخص خودم البته خب میرم سر بحث تفسیر نیات روسیه در برابر همسایه هایش ظرافت های داره نگاه نگاه اتحاد شوروی دولت های عضو اتحاد شوروی سابق با عضویت در ناتو یک وقت بعد از فروپاشی علاقه داشتن ترس شون از این بود که نشکن می عضویتشان رد شود که باز بیخید باز چرا از روسیه می ترسیدن یعنی روسیه دیر یا زود سر پا می شد و اونمو اتحادی جماهیر شوروی رو دوباره زنده می کرد حالا اونمو آجنده روسیه بدون توجه به اقدامات غرب اونا رو دوباره زیر سلطه می آورد اما به شکل نرتر بهتر خوش برزا یعنی روسیه در هیچ حالت از توسعه نفوذ خود دستبردار نیست فوکویاما میخواه بگوید که ناتو را شما یک طرفه ملامت نکنید این طور یک چیز است خب حالا منتقدان ناتو هم ایر پذیرفتن که قدرت های بزرگ باید حوزه نفوذ داشته باشند شما میرین حوزه نفوذ روسیه را تنگ میکنید. دست برین میبرین کم کم در گلویش خب ایر میپذیرن اما میگه که اینمی که یک قدرت بزرگ باید حوزی نفوذ داشته باشه اینی می خودش یک ایده قرن نوزدومی است تو چرا؟ ما اینی رو در نظری فکوی با ترسی نفهمیدم چرا قرن نوزدومی باشه؟ در بحث قدرت و حفظ قدرت استراتژیک قرن نوزدوم و قرن بیست و قرن پنجا نداره البته یه شخصی هست زین خب، البته اینمی زینیت در قرن 20 با ظهور مفاهیم مثلا مثل حاکمیت ملی و دموکراسی از بین رفته ایره فکای ما میگه ما میبینیم که در قرن بیست ای مفاهم، این مفاهیم یعنی مفاهیم حاکمیت ملی که آمد و دموکراسی او ایده قرن بیست نوزده همی ایده کلاسی که قدرت های بزرگ حق داشتن یک حوزی نفوز داشته باشند در اطراف خود از بین نرفته و بلکه فقط تغییر شکل داده. به خاطر فوکویاما میگه که ای که مثلا پانزده کشور در چارچوب اتحاد شوروی و کشورهای دیگری در پیمان وارسا بر مدار شوروی بر روسیه میچرخیدن یک امر طبیعی نبود خب وقتی که امریکا میایه عراق اشغال میکنه افغانستان میره سوریه را تکه میکنه این امر طبیعی است فوکویاما در این رابطه باید بنویسه پس خب برحال یادم از موضوع دور نمیریم میریم کشورهای اقمار شوروی در سال 1945 میلادی میگه فتح شده بودن اونا داوطلبان همزیستی در یک چارچوب در چارچوب اتحاد شوروی نبودن فقط توسط دولت های دست نشانده اداره میشدن البته ای درست است و حتی فوکای ما میگه که اونا ملت های اسیر یاد میشدن خب این دینجه دیگه باز فرق میکنه نظر و موقعیت وقتی که مو کشور آزاد شدن و اسارت رفتن مثلا اوکراین و دیگر وقتی که زمان بازی استراتژیک فرا برسه به سرنوشت اوکراین دچار میشه از جمله پولند ای یک امر قید شده نیست مثل فوکویاما میگفت که به پایان تاریخ رسید همه چیز ایتر نیست پسان خودش از نظری خود گشت خب در اون زمان به گفته فوکویاما همگی دیوانوار به طرف ورود به ناتو بودن به دنیای پر و بر آزاد دموکراسی چون به در چار نظام های چارچوبی اینا خسته شده بودن تیزه که میخواستن باز بیت ناتو در بیان که نشه که وضع تغییر بکنن که باز یک گپ دیگه میگه اونا مورای یک صفحه شطرنج جهانی نبودن که مثلا واشنگتن و مسکو بتوانن با یکدیگر مبادله کنن مگر آل نیزم اونطور شد وی درست است که بعد این کشورها که با غرب هم پیمان می شدن یک استقلال از چین و استقلال او استقلال به دست می آوردن که مثلا بعد از سال 1945 میلادی او را دست داده بودن یک مقدار نظام چارچوبی اما تمام وضعیت اقتصادی این کشورها در قربانی استراتژی جدید تهاجم بر آسیا و اروپا می شد و حالا می شد این افغانستان اون اوکراین طرف عراق یعنی سیاه و نمایی فوکویاما در نظر پردازی هایش خب البته خودش یک آدم کلان است تا یک احوال مثلا متغیر سیاسی و اقتصادی دنیاست. و ایران میپذیره و ایران میپذیره که این چیزهایی چیزایی که گفتیم این به این نبود که مثلا ناتو حتما باید به طور بیرویه قلم رو خود در اطراف روسیه امروزی پهن میکرد شروع باید کار بکنه ناتو اساساً یک مایده امنیتی است که بر اساس تضمین ماده پنج ای ماهده بنا شده ماده 5 میگه که هرگاه به یک عضو ناتو حمله شود در واقع است که به همه اعضای پیمان حمله شده کشورها را گرفت میورد گرفت میورد که به همه تحت به نام به بحانه به یک پوشش امنیتی همیشه تحت پوشش یک هیجمونی در بیاره این کار که تا شروع میکن منطقی به شکل متفاوت خب فوکایاما میگم به من دلیل است که من وقتی که پیشنهاد شد که اوکراین و گرجستان یعنی در زمان اعلامی بخارس در سال 2008 باید و با عضویت ناتو در بیایند من مخالفت کردم چرا؟ در صورتی که این کشورها با حمله میتر قوی از طرف روسیه مواجه شوند کدام رای واقع بینانه وجود نداره که ناتو به ماده پنج پیمان ناتو را تطبیق بکنه نمیتونه دفاع کنه از اینا چرا یک جنگ پیش از پیش یک کسایی را در کنار خود بیاره که جنگ بخره در اینجا نظریه که به کمی یک روند آرام به خود میگیره خب اگر با استونیا و لیتونیا و لیتونی عملا شود چطور؟ در اینجا دیگه نظریه پوکویا ما بازم در خط ناتو میره پجایش اندیشکده ران چیست؟ میگه ناتو نمیتانه از ای کشورها در برابر تهاجم روسیه دفاع کنه و با میاره که میگه من مطرح کردم ای کشورها نباید در سال 2004 به عضویت ناتو پذیرفته میشدن یعنی پس کل گپ میاره 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 خب ذات تاریخ سلطه در روسیه را تشریح کرد آورد آزم سر ناتو میگه هیچ حق نداشت نباید کار میکردن جنگ به پول خریدن حال وضعیت فعلی نیمی مملکت هایی که در عضو ناتو هستن شبیه شرایط برلین شرقی و برلین غربی است. اما نیست؟ اینجا فوکویاما برای حفظ سه کشور بالتیک با پیشنهاد میکنه که برحال نیروهای در این کشور ها نیروهای کوچک برای حفاظتشان تعبیه شود تا طرف مقابل بفهمه که زود خیص نکنه که یار قرد کنه ایتر منظورش خب بازم میاد سر روسیه میگه اگر ناتو ساحه خود کلان هم نمی ساخت روسیه کشور لیبرالتر و غیر تهاجمی نمی بود و نمی شد این چنان که مثل امروز میگه نشد ایره کی بر ما میگه کدام فکتا تاریخ ای بحث میگه برای پوتین هرچه از زمان فروپاشی دیوار برلین رخ داده مجموع فجایه بوده که فقط آید روسیه شده و اینجا پوتین دیگه به یک قهرمان تاریخ به شکل غیر مستقیم یادم معرفی میکنه اگر واشنگتن، برلین و لندن عالی میگه از توصیه مایک ماندلبان پیروی میکردن و مثلا خواست کشورهای اروپای شرقی را در مورد عضویت به ناتو نمیپذیرفتند، پذیرفتن بازم نیروهای نظامی روسیه امروز بج... که بجای اوکراین در پشت در اوکراین دروازه اوکراین باز کردن پشت دروازه پولن و کشورهای بالتیک مستقر می بودن یعنی کدام تفاوت نمی آمد در نگاه استراتژیک روسیه برای تسلط بر منطقه اینجا ما که کار خوندم به نتیجه نرسیدم که فوکویاما مثلا نتیجه آخری کار ما نتیجه خدا شخصا پیش خود ساختم در ذهن خود به ترتیب جنگ پایان ناپذیر و آخر و زمانی دینیم نقطه که بحث کردیم ادامه پیدا میکنه جنگ تمدن هاست یک تمدن باید مسلط شود دیگهش باید کنار بره یا لاقل ابتکار جایگاه خود واگذار کنه و تمدن جدید این نتیجه یک در ذهن خود ما گرفت تا برنامه بعد